دستهایم را در باغچه می کارم. سبز خواهم شد. می دانم. در آستانه 24 بهمن سالمرگ شاعری که دستانش را در باغچه کاشت، آن دستها در بهار تابلوهای مژده حبیبی شکوفه داده است. چون 13 فوریه سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد هست، این انتخاب رو کردم که نزدیک باشه به این روز که در واقع حال و هوا و عطر فروغ در فضا باشه از دیدگاه من. مژده حبیبی از چهره‌های رادیو تلویزیونی در بین ایرانیان لس آنجلس است که تسلطی خارق‌العاده در خوانش آثار فروغ فرخزاد دارد. همیشه شعر فروغ برای من یه شعر استثنایی بود و خیلی سادگی فروغ از دوران نوجوانی منو جذب کرد و همیشه دنبال اشعارش بودم و هر چیزی که درباره فروغ بود می‌خوندم و علاقه زیادی بهش داشتم و بیشتر و بیشتر برنامه‌هایی که در سال‌های بعد در خارج از کشور درباره زندگی فروغ ساختم باعث شد که به خانواده فروغ هم نزدیک بشم، خانم پوران فرخزاد. او در 2 گذشته برای تحقق رویایی که از سالها قبل در ذهن داشت از فعالیت‌های رسانه‌ای کناره‌گیری کرد تا بتواند مجموعه نقاشی‌هایش از اشعار فروغ را کامل کند. اولین پورتری که من از فروغ کشیدم حدود شاید 22 سال پیش بود، ولی این یک مسیری بود که همچنان ادامه پیدا کرد. مژده حبیبی فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنر و معماری تهران است. همزمان هم در برنامه‌های ادبی و شعر در تلویزیون و رادیو کار می‌کردم، در کنارش نقاشی رو همچنان ادامه می‌دادم و با فروغ و اشعار فروغ در واقع همیشه هم خانه بودم. نمایشگاه تولدی دیگر به تدریج شکل گرفت و در 2 اخیر با خلق آثاری جدید تکمیل شد. هدف مژده حبیبی شناساندن بیشتر فروغ فرخزاد به نسل جدید ایرانی آمریکایی است و تصمیم دارد در این راه قدم‌های بیشتر و راسخ‌تری بردارد. پریسا فرهادی، ایران اینترنشنال، لس آنجلس.